سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپ کورن مدیا. اگه از همراهای همیشگی ما باشید میدونید که ما تو این کانال درباره حواشی فیلم ها، سریال ها و هنرمندا صحبت میکنیم. لایک، کامنت و سابسکرایب کانال یادتون نره. انیمیشن فیلشار رو که حتما به خاطر دارید، قصه بچه فیلی که قرار بود رئیس گله فیلا بشه اما دست و پا جلفتی بود و بیشتر همه چیز رو خراب میکرد. استودیوی هنر پویا که فیل شاه و قبل از اون شاهزاده روم رو ساخته و با این فیلم ها شناخته میشه، حالا یک انیمیشن جدید به اکران عمومی رسونده به اسم بچه زرنگ. قصه بچه زرنگ درباره پسریه که سعی میکنه شبیه ابر قهرمان های فیلم ها باشه و اتفاقی با آخرین بازمانده ببرهای مازندران آشنا شده. این پسر بچه به ببری کمک میکنه که برگرده به جنگل، اما وقتی متوجه میشه که تو جنگل میخوان ببری رو شکار کنن به کمکش میره. بیشتر ماجرای انیمیشن بچه زرنگ داره داخل جنگل ابر میگذره. یه انیمیشن کمدی تو ژانر فانتزی و ماجراجویانه که برای اغلب بچه ها جذاب و سرگرم کننده است. حتی بزرگترها هم شاید ازش خوششون بیاد. دوبلور نقش ببری هومن حاجی عبداللهیه که با لحجه شمالی خودش توی سریال پایتخت اینجا هم حرف زده و اتفاقا موفق شده که مخاطب رو بخندونه. بچه زرنگی قصه سرراست داره و بیشتر از هر چیزی تلاش میکنه همین قصه رو به بهترین وجه ممکن تعریف کنه. این انیمیشن برای بچه ها آموزنده هم هست. جز هومن حاجی عبداللهی، هدایت هاشمی یا همون اسموسای پایتخت هم اینجا هست و البته میرطاهر مظلومی، جواد پزشکیان، جورج پتروسی و تورج نصر بقیه دوبلورهای شاخص این فیلمن. جالبه بدونید که بچه زرنگ اولین انیمیشن تاریخ جشنواره فیلم فجر حساب میشه که نامزد جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم هم شد، هرچند که دستش به این جوایز نرسید و فقط سیمرغ بهترین انیمیشن نصیبش شد. این فیلم توی 12 روزی که از اکرانش گذشته تو گیشه موفق عمل کرده و حسابی فروخته، تو جایی که با فروش 160 هزار قطعه بلیط تو این 2 هفته حتی از فسیل هم رد کرده. اگه به دنبال تماشای یه فیلم خوب با بچه هاتون هستین، احتمالاً بچه زرنگ میتونه شما رو راضی از سالن سینما بدرقه کنه. اگه بچه زرنگ رو دیدی حتما نظرت راجع به این فیلم توی کامنت همین ویدیو برامون بنویس. کانال پاپ کورن مدیا رو به دوستات معرفی کن و ما رو سابسکرایب کن.